یه عبارت در مورد انتخابات همیشه به کار میگیرم. وقتی مردم ایران از چیزی فرار میکنن، عقلانی فرار میکنن. وقتی گرایش به چیزی میارن، یه مقداری با احساس. در تصمیم گیری ها، در تصمیم سازی ها، در نظارت ها، در اجراها، اصلا توجهی بهشون نمیشه. یکی از دردهای اصلی که میشه ریشه ای تر هم در واقع این رو بحث کرد. و استحضار دارید که در نظام سیاسی ما متاسفانه قطع نظر از حال اون مبانی فلسفی سیاسیش، ساختارها به گونه تعبیه نشدن که مشارکت مردم فعال و مستمر باشه. متاسفانه الان یعنی از جنبه حضور مردم در اصلا حضور انتخابات فقط در حد انتخاباته، فقط در حد انتخاباته. بس شخص نباید باشه، بس قاعده باشه. ما باید اداره قاعده من در کشور داشته باشیم. من با اداره شخصی کشور در هر رده و هر رتبه ای باشه که مخالفم. اشخاص در واقع میان و میرن و بعضا اگر شما دل مشغول اشخاص باشید، یعنی دل مشغول تصمیمات فردی اونها هستید و اون وقت ارادت سالاری، ارادت گرایی سکه روز میشه. اون وقت دیگه سوال چیه؟ دیگه خودشو پاسخگو نمیدونه. در چه پاسخگو بدونه؟ اون وقت جای خادم و مخدوم عوض میشه آقای لسانی. یعنی به جای که مردم مخدوم باشن، خادم میشن. خب این خیلی بحث مهمه. این بحث یه بحث ساده ای نیست. یعنی به جای اینکه شما نوکر مردم بشین، مردم نوکر شما میشن. واش چی میشه داستان؟ میگه من انقلاب رو شکل دادم. من شماها رو ساختم. این نهادها رو من به وجود آوردم. دانشگاهش رو من به وجود آوردم. حوزه‌اش رو من به وجود آوردم. حکمرانش رو من به وجود آوردم. حالا برعکس شده. اینها شدن بت‌هایی که من باید هر چنگای برم اونها رو پرستش کنم. اگه قرار باشه بتی هم باشه، اون منم، نه تو. خب این طبیعیه. وقتی اصلا اعتماد مال وقتیه که در واقع یک حکمرانی باشد که ادعاهاش صادق باشد و منطبق بر واقع باشد. اینجا واقع چیه؟ حقایق وجودی. حقایق وجودی چی هست؟ نیازهای مردم. نیازهای مردم چی هست؟ حقوق شهروندی. وقتی شما توجه به حقوق شهروندی نمی کنی و اونها رو نوکر خودت میدونی که تازه باید بیان تعظیم هم بکنن و اگر بخوان یک فعالیت سالم اقتصادی هم باید بکنن، از 100 تا فیلتر باید رد شن. اما شما نگاه کنید شبکه های رانتی نکنید.